چرا روز بی خدایان یک ضرورت مدنی است؟ هر ساله در 23 مارس خدا ناباوران در آمریکا این روز رو به عنوان فرصتی برای گرد همایی و بزرگداشت باورهاشون جشن میگیرن. این روز نه تنها به عنوان نمادی از هویت سکولار بی خدایان، بلکه به عنوان فرصتی برای مقابله با تبعیض و تعصبی که اونها ممکنه در جامعه باهاش روبرو بشن شناخته میشه. دست کم دو دلیل میشه برشمرد که وجود روز بی خدایان در تقویم یک ضرورت مدنیه. خروج از حاشیه و احساس آزادی شهروندی. در جامعه‌ای که اغلب با باورهای مذهبی گره خورده، بی خدایان ممکنه احساس کنن که صدای اونها نادیده گرفته شده یا در حاشیه قرار داره. روز بی خدایان به اونا فرصتی میده تا با افتخار به بیان علایق و ارزش‌های سکولارشون بپردازن و یادآوری کنن که در یک جامعه آزاد احترام به تنوع باورها، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، ضروریه. آشنایی با چالش‌های مدنی خدا ناباوران. این روز همچنین زمانیه برای برجسته‌سازی چالش‌هایی که بی خدایان ممکنه با اونها مواجه بشن. در کشور ما ایران، بی خدایان هم از طرف حکومت دچار آزار و تبعیض هستند و همین که از طرف مردم گاهی با سوء تفاهم درباره باور خودشون روبرو میشن. این روز به اونها اجازه میده تا به دیگران نشون بدن که حق انتخاب غیر مذهبی و بی خدا بودن هم یه ارزشه که باید مثل حق انتخاب دیگر باورها محترم شمرده بشه. اونها به واسطه چنین روزی میتونن درباره سوء تفاهم‌های رایج درباره باور خودشون بیشتر حرف بزنن و تا حد امکان از برداشت‌های نادرست کم بکنن. روز بی خدایان نباید تنها مختص آمریکا باشه. در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، بی خدایان با تبعیض و انزوای بیشتری مواجه هستند. در این جوامع روز بی خدایان میتونه به عنوان نمادی از مبارزه برای حقوق انسانی و آزادی بیان الهام بخش باشه، به ویژه در کشور ما ایران که بی خدایان و دین ناباوران به صرف بیان عقاید خودشون با خطر زندان و اعدام مواجه هستن. پیش از این در صفحه گفت و شنود از اعدام یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زاره گفته بودیم و اون رو برشی از قرون وسطا در دوران مدرن توصیف کردیم. این دو در اردیبهشت سال 1402 به اتهام اونچه سب و نبی و توهین به مقدسات خونده میشن به دست جمهوری اسلامی در زندان به قتل رسیدن. به قیمت جان این جوانان هم که شده، نباید روز بی خدایان و یک ضرورت مدنی به شما رو ورد؟